اون چیزی که الان وجود داره تنها سیستم و شکلی ناقص و ناکارآمد از صندوق‌های تأمینیه که وظیفه اونها خلاصه شده در بیمه درمانی افراد تحت پوشش در زمان کار و بازنشستگی و همینطور پرداخت مستمری و حقوق بازنشستگی که انجام همین وظیفه‌شون هم امروز با هزاران مشکل و بحران روبرو شده و می‌بینیم که بیمه‌های درمانی بسیار ناکارآمد و ناکافی هستند و از طرف دیگه حقوق و مستمری که با بازنشستگان تحت پوشش این صندوق ها پرداخت میشه جدای از تأخیرهای بعضن مکرر و طولانی مدت اونقدر نازل و ناکافی هستند که نه تنها نتونسته سطحی قابل قبول از معیشت رو برای اونها تامین کنه بلکه باعث شده تا بیشتر به ورطه فقر و نداری و تنگ دستی فرو برن و ریسک مشکلات زندگی اونها رو افزایش داده به گونه‌ای که بخش عمده از حقوق بگیران این صندوق ها در فقر مطلق به سر میبرن از طرف دیگه صندوق های تامینی موجود بیشتر افراد تحت پوشش اونها افراد و شاغلین در شهرها هستن و به هر حال اهالی و شاغلین در روستاها از همین امکان ناقص هم محرومن ما به شکل گسترده‌ای با موضوعاتی مثل فاصله و شکاف درآمدی، توزیع نابرابر درآمدها و همینطور بحران‌های اقتصادی روبرو هستیم. در کنار این موضوعات پدیده‌های طبیعی مثل خشکسالی، سیل و زلزله و همینطور در همین یکی دو سال گذشته پاندمی کرونا سبب شده تا در اثر این مواردی که عرض کردم افراد زیادی کسب و کار و شغل و درآمد خودشون رو از دست بدن. در یک چنین شرایطی میباید سیستمی وجود داشته باشه که به صورت کوتاه مدت و بلند مدت حمایت‌های مالی و اجتماعی برای اونها تأمین و فراهم کنه. اما در عمل چنین چیزی در کشور وجود نداره. آقای شجیراتی درباره کارکرد صندوق‌های بازنشستگی می‌افزاید. دامدار و کشاورزی که دام و محصولش بر اثر خشکسالی از بین رفته و در واقع چون تنها محل و ممر درآمدش این کار بوده زندگیش و حس و نیستش نابود شده و یک کشاورزی که بر اثر سیل خونه و زندگی و محصولش رو از دست داده به جای اینکه پوشش‌های مالی، حمایت و خدمات درمانی، حتی خدمات بهداشت روانی براشون مهیا بشه، خب می‌بینیم که به حال خودشون رها شدن و موضوع تنها به تعیین خسارت از طرف شرکت‌های بیمه‌ای ختم شده. در حالی که اساساً نظام تأمین اجتماعی برای تأمین همین معیارها شکل گرفته. یعنی افرادی در جامعه که به هر دلیلی نمیتونن کار کنن، کار و زندگیشون رو از دست دادن یا معلولیت و محدودیتی دارن، لااقل از یک سطحی از ضروریات زندگی برخوردار باشن. متأسفانه صندوق‌های تأمینی و اجتماعی در ایران که حدوداً 18 صندوق هستند به این دلیل که با دخالت‌های دولت در اداره اونها روبرو هستند و از طرفی با ورود سیاسیون به این صندوق‌ها و مهمتر این که با غارت و اختلاس مواجه شدن در وضعیت به شدت بحرانی و در آستانه ورشکستگی قرار دارند و تراز منابع و مصارفشون به شدت منفیه و به اذعان مقام‌های وزارت کار و رفاه بیش از 200,000 میلیارد تومان کسری دارند و برای اینکه به همین تعهدات ناچیز و نصف و نیمه خودشون هم عمل کنن منابعی ندارن. سازمان تأمین اجتماعی که بزرگترین این صندوق هاست عملاً سال‌هاست که به اصطلاح به حیات خلوت دولت تبدیل شده و مرتباً به منابع این سازمان دست اندازی میشه و خود دولت با رقمی بالغ بر 520 هزار میلیارد تومان ابر بدهکار به این سازمان هستش و به جای اینکه در سیاست‌های غلط اقتصادی بازنگری کنند و اداره صندوق‌ها رو به صاحبان اصلی اون یعنی بازنشستگان و کارگران بسپارند سعی می‌کنند با اعمال برنامه‌ها و سیاست‌های مثل تغییر سن بازنشستگی و نحوه محاسبه و تعیین حقوق بازنشستگی از بحرانی که گریبان صندوق‌ها رو گرفته و مسببش خود حاکمیت کم کنند و در واقع بار غارتگری‌ها، اختلاس و چپاول‌های صورت گرفته رو به دوش کارگر و بازنشسته بذارند که این موضوع بدون شک بر دامنه گسترش اعتراضات و همینطور تعمیق بحران‌های صندوق‌ها خواهد افزود.